سلام شاگردای عزیز، خوب هستین؟ تشکر استاد. با خیر آمدین امروز. تشکر، زنده باشین. آیا درس گذشته به یادتان است؟ خب روز گذشته ما کدام درس خوانده بودیم؟ حرف خیر خواندیم. به حرف خیر کدام کلمه ها را خواندین شما؟ بخوانم. آفرین. در بخوانم کدام خی آمده بود؟ خی نیمه. خی را گفتیم، کدام صدا میداد؟ صدای خی را میداد. آیا نقطه داشت؟ بله. در کدام قسمتش؟ در قسمت بالا. در قسمت بالا. در درس گذشته مشکل نداریم؟ نه. خب درس را که امروز ما شما میخوانیم معرفی حرف پ. معرفی حرف پ. متوجه شدین؟ ببینین حرف پ مانند دیگه حرف ها دو شکل داره. حرف پ دو شکل داره. یکی پ نیمه، یکی پ پوره. دو شکل داره و سه نقطه. سه نقطه در قسمت پایین. متوجه شدین؟ این کدام حرف است؟ پ. حرف پ. وقتی این را تلفظ میکنیم صدایش هم پ. درست است؟ صدای چی رو میده؟ صدای پ میده. فهمیده شد؟ چند نقطه داشت؟ سه نقطه. سه نقطه. در کجا؟ در قسمت پایین داشت. خب این را یک مرتبه من بر شما اشاره میکنم، شما دقیق متوجه باشین. خب ببینین حرف پ. پ نیمه. از بالا میان پایین یک خط راست. و سه نقطه در قسمت پایینش میده. پ پوره به می شکل. یک خط میان پایین مانند ب پوره نوشته میشه. تنها فرقش همیست که سه نقطه میگیره در قسمت پایین خود. یک بار دیگه متوجه شوین؟ پ نیمه از بالا میان پایین و خط نیمه. سه نقطه در قسمت پایین. پ پوره به مانند ب پوره نوشته میشه. اما سه نقطه در قسمت پایین خود میگیره. متوجه شدین؟ یک بار شما اشاره کنین و ببینم. پ نیمه. آفرین. چند نقطه؟ در کجا؟ در پایین. آفرین. پ پوره به چه شکل بود؟ به شکل ب پوره اما سه نقطه در قسمت. خب ببینید در حالت نوشتاری ای از پ نیمه از بالا آمدیم پایین و یک خط نیمه کشیدیم. چند نقطه؟ سه نقطه. پ پوره را به می شکل نوشته میکنیم به شکل ب پوره اما سه نقطه در قسمت پایین بود. ب چند تا نقطه داشت؟ یک نقطه. در کجا؟ در پایینش بود. یا چند تا نقطه داشت؟ دو نقطه. او در کجا بود؟ او هم در پایین بود. اما حرف پ چند تا نقطه داره؟ سه نقطه. در کجا؟ در پایین. خب امیر یک اشاره زمینی میکنیم، بعد از او شما اشاره میکنیم، من متوجه میشم. درست است؟ ببینیم پ نیمه به شکل از بالا آمدیم پایین و یک خط نیمه، سه نقطه در قسمت پایین و پ پوره به می شکل نوشته میشه سه نقطه در قسمت پایینش. حالا شما اشاره کنین من متوجه شم ببینم. درس 13 عنوان درس ما گفته تشویق دختران و پسران در خانواده. آیا دخترها و پسرها رو در خانواده تشویق کنن به آموختن علم خوب است یا بد؟ و شمایی که از درس پس موندین، حالا در سنت سواد آموزیشتین، آیا به نظرتون تشویق کار خوب است یا کار بد؟ کار خوب است. کار خوب است. چی اتفاق میفته؟ درس میخوانن، پیشرفت میکنن. درست است؟ این ضربه‌ای که ما خوردیم، این رو دوباره میتونیم سر جوان ها چی کنیم؟ جبران بسازیم. درست است؟ ببینید قسمی که در این عکس هم بر ما شما نشان داده. پدر 16 در یک طرفش دختر است و در یک طرفش بچه. هر دوی شده تشویق میکنه به نوشتن و درس خواندن. درست است؟ و حرف پیرم که ما بر شما اینجا معرفی کردم. درست است؟ خب، حالا این جمله رو من یک بار میخوانم، شما دقیق گوش کنین. ما به دختران و پسران خود کمک میکنیم تا خوب درس بخوانند. یک بار دیگه میخوانم گوش کنین. ما به دختران و پسران خود کمک میکنیم تا خوب درس بخوانند. حالا شما از پشت ما تکرار کنین. ما به دختران و پسران خود کمک میکنیم تا خوب درس بخوانند. آفرین. متوجه شدیم؟ خب حرف پ در اینجا در کلمه چی بود؟ در کلمه پسران. درست است؟ در کلمه پسران. در کدام قسمتش آمده؟ در اول. این سر تخته نوشته میکنم تا شما دقیق حرف بشناسید. ببینین ما با دختران دختران و پسران
خود کمک میکنیم هر حرف را که نوشته کردید متوجه دندان موندن نقطه موندنش باشید میکنیم تا خوب تا خوب درس بخونن سین چند دندانه داشت؟ سی دندانه آفرین بخوا نند به ایشه خب حال یک مرتبه متوجه باشین براتون جمله رو میخونم ما و دختران و پسران خود کمک میکنیم تا خوب درس بخوانن آفرین حرف پی رو که امروز ما شما معرفی شدیم در کدام قسمت از این جمله دیدین؟ در کلمه پسران در کدام قسمتش آمده؟ در اول آمده صدای چی رو میده؟ صدای پ صدای چی رو میده؟ صدای پ میده خب این کدام کلمه است؟ دختران آفرین این کدام کلمه است؟ خود این کدام کلمه است؟ کمک آفرین کمک میتونین صدا کشی کنین؟ صدا کشی کنین یک مرتبه؟ آفرین آفرین چند حرف شد کمک؟ پنج حرف شد این کدام کلمه است؟ میکنیم یاد اینجا صدای چی را داده؟ صدای ای را داده درست است؟ خب این کدام کلمه است؟ خوب کلمه خوب واو اینجا صدای چی را داده؟ او صدای چی را داده؟ او خب کلمه درس یک مرتبه بلند هجا کنین صدا کشی کنین درس آفرین درس چند بخش است؟ یک بخش صدا کشی کنین آفرین کلمه بخوانند به نظرتان چند بخش بیه؟ یک بار کلمه یک جای بخش میکنیم بخوانند چند بخش آمد؟ سه بخش آمد من براتان صدا کشی میکنم دقیق باشین ب ای خ و آ ن ا ن د چند حرف شد؟ 9 حرف شد متوجه شدین؟ ببینیم ب ای خ و آ ن ا ن د متوجه شدین؟ این بود کلمه بخوانند خب یک بار دیگه براتون میگم معرفی حرف پ بود امروز حرف پ هم اشاره آسمانی شد هم اشاره زمینی در نوشتاری هم براتون گفتیم از بالا میان سمت پایین و یک خط نیمه 3 نقطه در قسمت پایین پ پوره به مانند ب پوره نوشته میشه فقط همی است که 3 نقطه در قسمت پایینش است صدای پ صدای پ در حین تلفظ کردن جمله ای که خواندین ما و دختران و پسران خود کمک میکنیم تا خوب درس بخوانن حرف پ در کلمه پسران اینجا شما خوانده و معلوم شد درست است مثلا در کلمه توپ در کلمه توپ در کدام قسمتش تلفظ میشه در قسمت آخر تلفظ میشه وقتی در آخر باشه یعنی کدام شکلش آمده شکل پورا آمده ببینید در اینجا براتون نشسته میکنم کلمه توپ ت او پ بگوین ت او چند حرف است؟ سه حرف خب اینجا واو صدای چی رو داده؟ او اینجا کدام حرف آمده؟ پ صدایشو بگوین؟ پ پ چند نقطه داشت؟ سه نقطه در کجا؟ در پایین خب در این درس کش مشکل نداره؟ هیچ کس؟ یک مرتبه از این جمله نوشته کنین و املایش کار موفق باشید